درمان حلال. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام، در خدمت شما هستیم با برنامه مال حلال، برنامه‌ای که دقیقا روزهای سه‌شنبه در این ساعت در خدمت شما هستیم برای اینکه تلاش بکنیم، همونطور که شعار این برنامه است، که نان حلال ببریم بر سر سفره‌هامون. اگر یادتون باشه هفته گذشته ما بحث نظام اقتصادی در دوران خلفای راشدین رو به مراحل به در واقع به بخش دوران حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رسیدیم و بخشهایی از اون گفته شد. این هفته این بحث رو همچنان دنبال میکنیم و در خدمت استاد زهرابی هستیم که قبول زحمت کردن با ما همراه هستن تو این برنامه. خیلی خوش اومدید برنامه خودتون. سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت السلام و رحمت الله. الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و من تبعهم با احسان الى یوم الدین. بنده مر سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز. براتون آرزوی ایام و روز خوبی رو دارم که در خیر و سعادت این دنیا و اون دنیاتون باشید و همچنین عرض ارادت خدمت جناب عالی. سلام و رحمت الله. بینندگان عزیز، همونطور که میدونید میتونید در طول برنامه اگر سوالهایی دارید یا مشارکتتون میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ها زیر نویس خواهد شد، اما این اتفاق نیم ساعت بعد میفته. ما موضوع در واقع برنامه رو و این امروز مثلا همین تاریخ نظام اسلامی رو و شکل گیریش رو در دوران حضرت عمر به سرانجام خواهیم رسود تو این نیم ساعت. بعد شما میتونید تماس بگیرید و اگر مشارکت داشته باشید، اگر سوال فقهی مرتبط به مسائل مالی داشته باشید، میتونید با این شماره تلفن هایی که زیر نویس خواهد شد بعداً تماس بگیرید. با ما همراه باشید و موضوع هفته گذشته رو اگه به خاطرتون هست به اینجا رسوندیم که در بحث نظارت بر نظام اقتصادی دولت قاعده ای رو استاد زهرابی اشاره کردن به عنوان من این لک هذا، یعنی اینو از کجا آوردی. امروز میخواییم همینو با همین شروع بکنیم، چون در واقع این بیان شد و پایان هفته گذشته بود. بله، پایان هفته گذشته که این هفته در واقع آغازگر برنامه خواهد بود. بله. این از کجا آوردید؟ این سوال بعد از کی پرسید؟ سوال خیلی مهم هست. بله. یکی از راه‌های رقابت یا به تعبیر امروزی تفتیش اموال یا مفتش عام میگن در عربی و بازرس کلی که در فارسی به کار میبرن، در زمان حضرت عمر صورت گرفت و رقابت بسیار دقیقی، یا من کلمه رقابت رو به کار میبرم، کلمه عربی هست به این معنی که نظارت بر عمل کرده مسئولین دولتی، کارگزاران دولت، مأمورین دولتی، از خرد تا هر کسی که مرتبط به مسائل مالی هست، نظارت بر اموالشون، نظارت بر عمل کردشون. و این یک قضیه بود که خود نه تنها در زمان حضرت عمر بلکه در خود زمان حضرت رسول علیه السلام شکل گرفت، و اون هم زمانی که رسول الله علیه السلام دو شخص رو فرستاد از بنی سلیم بودند برای جمع‌آوری صدقات و زکات مردم. وقتی که رفتن جمع‌آوری کردن، صدقات رو آوردن، زکات رو آوردن، اومدن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم و میگفتن هذا لکم و هذا اهدیه لنا. این دو تا برادر بودن، میگفتن این مال شماست، یعنی صدقاتی که جمع کردیم، و اینم هدیه‌ای که مردم به ما دادند، یعنی مردم به اونها هدیه‌ای داده بودند. و احتمال زیاد هم راست میگفتن در اینکه هدیه دادن، ولی مهم این هست که اینجا جایگاهی رو گرفتن و جوابی که رسول الله علیه السلام به اونها داده، این میشه یک نقطه شروعی برای اینکه رقابت بر مسائل مالی و نظارت بر عملکرد مأموران و کسانی که ارتباط دارن با دولت به نوعی، نظارت بر درآمد مالیشون از کجا اومده و آیا این وظیفه‌ای که در دولت دارن باعث شده که برای اونها مالی رو هم جلب کنه. پیامبر علیه السلام به این دو نفر گفت که هلا جلست فی بیت ابیک و امک حتی یهدا لک حتی تأتیک هدیتک، به عبارت مختلف اومده، میگه اگه تو خونه پدر و مادرتون مینشستید، آیا مردم این هدیه ها میومد؟ بعد بهتون هدیه میدادن؟ بعد میفرماید این کنت صادقا، اگه صادق بودید در این،
یعنی اگه حالا به شرط اینکه صادق بوده، شرط صادق بودن اصل بل براءت، مگه اینکه چیزی ثابت بشه. میگه اگه صادق بودی که تو خونه پدرت می‌نشستی باید هدیه ها رو می‌فرستادن، یعنی مردم اگه هدیه هم بهت میدن در این منصبت هست به خاطر اینه. و اگه کسی هدیه رو از مردم، مأمور دولتی، مسئول دولتی که مرتبط هست با گرفتن اموال از مردم، هدیه هایی هم بهش میرسه، این هدیه ها برای چی هست؟ چرا هدیه بهش میدن؟ چرا هدایا دریافت میکنه از مردم؟ اگه به خاطر شخص خودش بود باید تو خونش هم میومد این هدیه ها، ولی چون به خاطر شخص خودش نیست، به خاطر منصب و جایگاه و مسئولیتی که داره، که احتمال حالا کمتر بگیر، یعنی نوع خوب رو نگیر، نوع ضعیفتر رو بگیر. حالا اگر فرض بکنیم از صدقات و زکات هست، رفته زکات رو تحویل بگیره. حالا قدیم هم زکات رو که میدادن اینگونه نقدینگی کمتر بود، بیشتر خود عینی عینی بود. اگر گاو گوسفند بود از همون گاو گوسفند میگرفت، اگر غلات بود از غلات دریافت میکرد، و غلات و گاو گوسفند هم نوع ممتاز و خوب داره، نوع وسط داره، نوع ضعیف و بد هم داره. خب از کدوم ها را دریافت میکنه این شخص؟ میبینیم همه عمل کرده این مأمور دولتی، یعنی احتمال داره این هدیه تأثیر گذاشته و تأثیر بذاره روی قضیه، تأثیر میگذاره روی عمل کردش، روی چطوری عمل بکنه. خب این هدیه داده، حالا ما میدونیم بشر هم تحت تأثیر محبت دیگران قرار میگیره، تحت تأثیر خدمات دیگران قرار میگیره و مراعاتش میکنه در این مسئله. و اینجاست که رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود، بعد از اینکه این رو به این شخص گفت، به اینها گفت، که فرمود والله لا یأخذ احد منکم شیئا بغیر حقه الا لقی الله تعالی یحمله یوم القیامه. گفت که اگه کسی، قسم به خدا، هر کسی چیزی به غیر حق از اموال مردم بگیره، روز قیامت میاد و این رو با دوش خودش میکشه. فلا اعرفن احدا منکم لقی الله یحمل بعیرا له رغاء او بقرة لها خوار او شات الى اخر الحديث. که می فرماید روز قیامت اگه فرض کن حالا در اون زمان اینطوری بوده، اگه شتوری رو اضافه گرفته، روز قیامت باید این رو به دوش بکشه، اگه گاوی، اگه گوسفندی، اگر، یعنی عذابش به وسیله اون هست که همه عالم هم ببینن و همه انسان ها ببینن. در واقع این همونطور که توی قواعدی که حالا در نظام اسلامی شما فرمودید، این بخش ایمانی قضیه است، یعنی بخش معنوی در واقع موضوع هست. بله. با اینکه موضوع همیشه یعنی تمام احکام شرعی اسلام همونطوری جناب علی فرمودید، همیشه یک کمک معنوی کنارش هست، یک در واقع نگهبان درونی وجود داره که مانع این میشه که انسان مرتکب خطایی بشه. و اینجا رسول الله علیه السلام بعد از حکم شرعی رو بیان کرده که حرام هست، حرمت قضیه بیان شده، جایز نیست براشون، وظیفه دولت هست یا حاکم هست که اموالی رو که به ناحق گرفتن ازشون پس بگیره، و به اضافه این هم یک واضع دینی، یک نگهبان دینی و درونی و یک رقابت یا نظارت ذاتی وجود داره که انسان بر خودش نظارت کنه، بر اعمالش نظارت کنه و کنترل رو در درون خود انسان داشته باشه به وسیله این روایاتیش که انسان رو بر حذر می‌داره. یعنی قوانین اسلام یه قوانین خوش که دست و پا بسته نیست، بلکه به هر دو جنبه زندگی انسان ارتباط داره. ارتباط داره توی این مسئله. موضوع در واقع این هدیه‌ها چی شد؟ یعنی رسول الله علیه السلام بله بس گرفته شد، بر بیت المال برگشت، اینا بس که بین مردم توضیح شد این، و این رو ازشون گرفت. و در روایت مسلم اومده، این یک روایت دیگری است که دقیقا همین حکایت رو نقل میکنه. میفرماید من استعملناه منکم على عمل فكتمنا مخيتا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه. میفرماید اگه کسی رو مأمور کردیم، استعملناه یعنی اون رو مأمور کاری کردیم، به کار دولتی سپردیم، و اگر اومد یه چیز رو از ما پنهان کرد، کتمنا مخيتا، یک نخی رو از ما پنهان کرد، چیزی که متعلق به اون نیست، چیز بی ارزشی مثل یک نخی یا هر چیزی از این قبیل، این رو اگه گرفته کان غلولا، این جزء گناهانی است که در گردن اون هست روز قیامت. یعنی این اینها تقویت کننده همون معنایی است که جناب علی فرمودید، و همون معنی که یک کنترل درونی، یک نظارت و رقابت ذاتی بر خودمون داشته باشیم، و این هست که انسان ترس روز قیامتش، انسان مؤمن به خاطر قیامتش هم دست به چنین کارهایی نزنه. و
و اما در زمان صحابه باز همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. در زمان صحابه باز این مسئله هست، تفاوت قائل هستند بین اموال عمومی و اموال خاص و اینکه این مال حرمت داره و هیچ کسی نباید به اون تعدا کنه و هیچ کسی به غیر حق خودش این رو نگیره. تا میرسیم به زمان حضرت عمر، من نمیخوام قضیه رو خیلی طولانی کنم، فقط از باب اینکه این مبدع به شکل یک قضیه قانونی و حکومتی در میاد در زمان حضرت عمر هست رضی الله عنه، که در اونجا چند قواعد رو ابتدا یک قصه ای وجود داره من ایل لک از من قصهشو بگم بعد وارد قواعدی بگیم که نظارت چطوری در به چه شیوه ای در زمان حضرت عمر رخ میداد این نظارت عمومی. حرف من ایل لک از را زدیم هفته گذشته، یعنی اینو از کجا آوردی؟ این از کجا آوردی؟ این از کجا آوردی؟ همین حدیثی هم که از پیامبر علیه الصلاه و السلام خوندیم دقیقاً همین معنا رو داره که از کجا آوردی؟ تو خونه پدرت میشناسی برات میومد؟ از کجا این رو کسب کردی؟ کسب خودت هست یا اینکه مردم به خاطر وضعیتی که داری، موقعیتی که داری، این رو بد دادن؟ اگر راست گفت طرف، اگرم راست نگفت باز موضع شک هست. دو تا قضیه رو در اینجا انجام داده. قبل از اینکه برم روی قضیه حضرت عمر، رسول الله علیه السلام هر کاری که در اسلام گذاشته شده از قوانین بازدارنده که کسی مرتکب خطایی نشه، همه این قوانین دو قضیه است. یک اینکه فرد رو حفظ کنه از اینکه دفعه دیگه مرتکب گناه و معصیتی بشه و در خطایی بیفته، دوما حفظ اموال مردم هست. یعنی اسلام تنها این نیست که بگه مال رو حفظ میکنه اون حل بلایی سرش میاد بیاد، نه، قانون رو میگذاره، قانون بازدارنده رو میگذاره که فرد در خطا نیفته. چرا بعضی چیزها، یک قانونی داریم به اسم سد ذریعه در شرع هست. سد ذریعه یعنی یک چیز حتی حلال رو منع میکنه به خاطر اینکه شبهه وقوع در حرام وجود داره، یک موضوعی که در ذات خودش هدیه حلاله، بله، اما این هدیه ممنوع میشه برای یک مامور دولتی. این حلال منع میشه چون سد ذریعه هست، چون احتمال اینکه این مامور دولتی که مرتبط به قضایای مالی هست و مسئولیتش اینگونه اقتضا میکنه در خطا بیفته و هدیه باعث بشه که چشم پوشی کنه که بعضی از حقوق رو، باعث بشه که رو در بایسی بیفته و قضایای از این قبیل. یعنی به بعض خطا نباید نزدیک شد. بعض خطا نباید نزدیک شد و این سد ذریعه هم اون شخص رو حفظ میکنه، هم اموال مردم حفظ میشن. در واقع دو تا وجه داره، اینطوری نیست فقط یک قضیه باشه. در بحث من عین لکه هاذ یک حادثه خوبی هست که روزی حضرت عمر ابتداعا این قاعده رو در بین مردم جا دادند که بله، همه مسئولن، همه میتونن بازخواست کنن، از حتی از خلیفه بازخواست کنن. اون داستان مشهور سلمان فارسی که اعتراض کرد، میگن سلمان بوده، در روایت این گونه اومده که وقتی که حضرت عمر، ما در هفته گذشته گفتیم رو فقط از باب خلاصه، خیلی خلاصه این روزی کنم، که این تربیت که مردم بتونن از حاکم، از مسئول، از فرماندار، استاندار و هر کسی دیگری، وزیر، رئیس جمهور، هر کسی در هر منصبی هست، اون رو مورد بازخواست قرار بدن و خیلی هم عادی و طبیعی هست. و این دقیقاً قانونی است که متاسفانه الان اروپایی‌ها به اون عمل میکنن ولی مسلمان‌ها به اون عمل نمیکنن. من یه جایی خوندم که میگه جان کندی رئیس جمهور آمریکا بود و توی برنامه تلویزیونی ازش میپرسن که تو زنت مسافرت رفت، با هزینه خودت رفت یا با هزینه دولت رفت؟ و این قضیه اونجا هیچ کسی نگو هیبت دولت میشکند، باعث میشه که یعنی اینا جزو خط قرمز باشه، کسی نباید این باعث میشه که شکسته بشه هیبت دولت، شکسته بشه هیبت رهبری، شکسته بشه هیبت فلان، پس نباید اون رو محاسبه کرد. امروز ما در کشور خودمون داریم که اموالهای بسیار بسیار هنگفتی که هیچ کس جرأت نداره اون رو حسابرسی کنه و مورد حسابرسی قرار بگیره. خب حالا این شما به فرد میگید، توی ایران الان مؤسسه هایی هستن که اصلا هیچ بازخواستی نمیشه، نه مالیاتی میدن نه نظارتی روشون هست، به راحتی در این مسئله. من میخواستم این قضیه بگم که ببینیم اونا غربی هایی که ما بهشون میگیم غربی های کافری که ما میگیم کافرن، بیدینن، این هست، استکبار جهانی هست، هر چی هست، این قاعده اسلامی رو دارن اجرا میکنن؟ این قاعده رو دارن اجرا میکنن. حالا اونا به نام اسلام اجرا نمیکنن ولی چون عمل بهش میکنن نتایج اون رو گرفتند. ولی این در صدر اسلام بوده. وقتی که حضرت عمر لباسی تن داره میاد خطبه جمعه میخونه،
و به مردم میگه خب گوش بدید من چی دارم براتون میگم، و اونجاست که سلمان میگه نه گوش نمیدیم، تو توضیح بده. قبل از اینکه شروع کنی توضیح بده، این لباس تو همون لباسی که توضیح کردید مال ما درسته، میدونیم کافی برای پارچه رو، آره پارچه رو توضیح کردید، مال ما کافی بود برای یه لباس، ولی شما قد بلند هستید، معروف بوده حضرت عمر بسیار هیکلی و قد بلند بوده، و اون لباسی که تن تو هست اگه همین پارچه هست کافی نیست، به تن تو نمی باید حتما بیشتر برده باشی. بقیش از کجا آوردی؟ بقیش از کجا آوردی؟ اونجاست که اعلام میکنن که بقیش لباسی است که به پارچه است که به عبدالله پسرشون دادن، پسرشون هم هدیه داده به پدرش، و دوتا رو یه لباس کردن. مقصود این از این حکایت این هست که، و این حکایت مرتب تکرار میشه و مرتب بحث میشه، اینجاست که مردم میدونن که این حق دارند که میتونن به راحتی از مردم، از حاکمشون، از نفر اول مملکت، از نفر اول مملکت بازخواست کنن، و اون هم در ملأ عام، هیچ ایراد و عیبی درش نیست و هیچ مشکلی وجود نداره. حالا حکایت های دیگری از بحث سلمان در مورد مسائل مالی هست رو در ادامه بحث خواهم گفت که موضوع اصلی دیگه مون رو بگیم. اینجاست که یک قضیه که پیش میاد، قضیه من این لکه هذا، این رقابت معروف مالی هست. خبری میاد در صاحب عقد الفرید، یک خبری رو ذکر کرده، میگه خبر به حضرت عمر رسید که استاندار مصر اموال زیادی رو به هم زده و مال و مکنتی برای خودش داره و اموال زیادی داره. اون وقت هم عمرو بن عاص بود، یعنی استاندار مصر عمرو بن عاص بود، میگن مالش زیاد شده. حضرت عمر هم نامه‌ای به ایشون میفرسته و اول ابتدا کسایی رو میفرسته که تحقیق کنن، تحقیق میکنن، برمیگردن میگن بله همینطوره، اموالش زیاد شده، اموالش زیاد شده، از زمانی که رفته اینطور نبوده. حضرت عمر هم نامه براش مینویسه، میگه بلغنی، من میخوام عبارتشو بخونم چون خیلی عبارت جالبی هست، که بلغنی انه قد فشت لك فاشیه من ابل و بقر و غنم و خیل و عبید و ظهر لك من المال ما لم يكن في رزقك. میگه اینقدر اموال داره شد، داره اموال شدی، فراوان شده، از شتر و از گاو و گوسفند و اسب و برده هایی که داری و اموالی برای تو آشکار شده که قبل از اون نبوده، در رزق تو نبوده، در رزق تو نبوده، یعنی در حقوقی که از ما میگیری اینقدر زیاد نمیشه، یعنی حقوقی که به عنوان استاندار برای تو تعیین شده نمیتونی اینقدر بهش داره شده باشی، اون حقوقی که بهت میدیم نمیتونی هم که همه شتر و گاو و گوسفند و نمیدونم اسب و اینا داشته صاحب اینا بشی، صاحب این همه بشی با اون حقوق، اون حقوق اینقدر از فقط کفاف خود تو بده، پس چطوری اینا رو از کجا اینا رو آوردی؟ من عین لك ولا كان لك مال قبل، میگم قبلا میشناسم، قبلا مال زیادی نداشتی، یعنی اموال زیادی نداشتی، قبل ان استعملك فمن اين لك هذا، این عبارت هست که شده قانون، فمن اين لك هذا، از کجا اینو آوردی، اینو باید جواب بدی. بعد میشه در اونجاست که میگه ادامه نامه حزمی، وقد كان عندي من المهاجرين الاولين من هو خير منك فاكتب لي وعجل، میگه در نزد من کسانی بودند از تو هم بهتر بودند از مهاجرین و انصار، تو رو کجا گذاشتی مواظب خودت باش. بعد میگه فکتوب لی و عجل، برام بنویس که این از کجا آوردی و عجل کن، خیلی زود سریع جواب بده. عمرو بن عاص هم نامه رو مینویسه، خوب نامه رو میفهمه ابتدا محتوای این نامه چیه، مقصود حضرت عمر چیه، میگه اما ما ظهر لی من مال فإنا قدمنا بلادا رخيصة الأسعار كثيرة الغزو، میگه ما اومدیم به کشوری که همه چی ارزونه، در این مثل مدینه نیست که گرون باشه، اینجا ارزونه و غزو و جهاد هم زیاد بوده، درآمدمون زیاد شده. فجعلنا ما أصابنا من الفضول فيها، میگه مال زیادی گیرم میومد اینو تو تجارت انداختم، والله لو كانت خيانتك حلالا ما خنتك، میگه اگر خیانت کردن من به تو، یعنی اینکه من خیانت بکنم، حتی اگر حلالم بود خیانت نمیکردم، اگر حلالم بود خیانت نمیکرد. و قد ائتمنتنی، تو منو امین قرار دادی بر این انبار، فان لنا احسابا اذا رجعنا الیه، میگه اینقدر حسب و نسب داریم، اگه برمیگردیم به اون کافی بود برای ما، ما رو بی‌نیاز میکرد.
والله يا امير المؤمنين ما دققت لك بابا ولا فتحت لك قفلا. میگه اگر از لحاظ عصب و نسب میگه اینقدر زیاد بودیم که نیاز نبود که من اصلا حسب من ابن عاص از قبیله خیلی بزرگتره. میگه قبیله من خیلی بزرگتر از قبیله تو اگر این باب بود، ولی تو امیر المؤمنین هستی، منم بحث اینا نیست که من خیانت بکنم. حضرت عمر براش نوشت اینی لست من تصدیری که الكتاب و تشقیقی که الکلام فی شی. میگه ناکن رونق دادن به کلام، کلام زیبا نوشتن، حرف قشنگ زدن برای من ارزشی نداره. جواب مستند بده، از کجا آوردی خوب، دلیل ثابت کن که مال خودته. این که کلام زیبا برام بنویسی، حسب و نسبت رو بگی، چیزهای دیگر رو بگی، اینا رو قبول ندارم. باید حتما دلیل قویتر و محکمتری بیاریم. فإنا قدمنا بلادا، این کلام چیز بود، بله میگه ولكنكم معشر الامراء قعدتم على عيون الاموال. که ما شما را امیر کردیم و مسئول کردیم و نشستید بر چشمه اموال. ولن تقدموا عذرا، هیچ عذری هم ندارید، اگر انما تاكلون النار وتتعجلون العار. اگه درش خیانتی باشه دارید آتش میخورید، عار هم برای خود، عیب عار هم پشت سرتون هست، باید مواظب خودتون باشید. وقد وجهت الیک محمد ابن مسلمه فسلم الیه شطر مالک. میگه من محمد ابن مسلمه عرض کردم، محمد ابن مسلمه چیز بود، بازرس کل بود، برای تمام مأموریت هایی که نظارت بر عمل کرده چی داشت، عمل کرده مأموران دولتی و عمل کرده استانداران و کسانی که مسائل مالی داشتن، محمد ابن مسلمه رو روان میکرد. ایشون رو فرستاد، گفت محمد ابن مسلمه رو میفرستم و اموالت رو نصف کن، نصفش رو به بیت المال وارد کن. این انواری که تو داری دلیلی بر زیاد شدنش وجود نداره، دلیلی هم نداری، فقط میگی اومدیم اینجا ارزون بوده و پول زیادی گیرمون اومده، پول زیادی گیرمون در اینجا انداختیم و این کارو کردیم. به این شیوه حضرت عمر اموال عمرو بن عاص رو نصف میکنه، نصف اموالش برمیگرده به بیت المال. خب حضرت عمر این رو یک قاعده قرار داد در مورد تمام مأمورینی که یا مسئولینی که یا فرمانداران، فرماندهان ارتش، هر کسی که اموالش به شکل غیر طبیعی رشد میکرد اون رو چیز میکرد، یا باید دلیل قانع کننده ای می آورد یا اموالش رو تقسیم میکرد و بیت المال برمیگرد. و معروف هست در مورد خالد بن ولید رضی الله عنه، اینها که عرض میکنم به معنی این نیست که واقعا عمرو بن عاص یا خالد بن ولید یا کسی دیگری خیانت کردن، ولی این هست که انشغالشون، مشغولیتشون از یک مأموریت دولتی که دارن، مشغول بشن به کسب و کار و تجارت و اینکه اموال رو به هم بزنن، این جزء قضایایی بوده که ممنوع بوده اینا این کار رو بکنه. ممنوع بوده که یک مأمور دولتی کار خودش رو رها کنه بره تجارت کنه. یعنی تو از وقتت گذاشتی روی این قضیه، از منصبی که داری، از جایگاهی که داری استفاده کردی برای اینکه مالی رو اضافه کنی بر اموالی که داری. و الا اگر به شکل طبیعی اموالی که داره به شکل طبیعی زیاد شده باشن، هیچ ممانعتی وجود نداره. اموال خودش اگر از قبل گاو و گوسفندی داشته، حالا خدا اون برکت داده عددش زیاد شده، این هیچ مشکلی درش نیست. اما وقتی کسی نداره، بعد میاد چند سالی میگذره تبدیل میشه به یک میلیاردری، ببینید اینجاست که مشکل ساز هست. و در مورد خیلی جالب هست، این در کتب تاریخی هم ذکر شده و شاید کسی تصور کنه که چیز چه فایده‌ای در این کار بوده. حضرت عمر وقتی اموال خالد بن ولید تقسیم میکنه، میگه همه اموالش رو خالد یا عمرو بن عاص که اون تموم شد، اون قضیه شد، تموم شد و تقسیم شد اموالش. اموال نصف اموالش رفت تو بیت المال. بله. اما خالد بن ولید، خالد بن ولید فرمانده بود. بله. فرماندار نبود، فرمانده ارتش بود و در نتیجه اموال زیادی هم کسب کرده بود. این اموال بخشش غنایم بود که حق خودش بود، ولی برآورد حضرت عمر این بود که بی رویه زیاد شده. ضوابط منطقی نیست، منطقی نیست این زیاد شدن به این شیوه. به خاطر همین ازش دلیل خواست، دلیل قانون کننده ارائه نداد و دستور داد کل اموالش رو نصف کنن، هر چی داره تقسیم بشه. و اموالش تقسیم شد. میگن حتی در بعضی کتب داره میگه حتی تا نهایت اینجا رسید که یه جفت کفش آوردن، یه لنگ کفش رو به ایشون داد، لنگ کفش دیگه بیت المال.
این سوال پیش میاد که خب یا از هر دو لنگر رو میگرفتن استفاده بشه یا یک لنگر رو مثلا بهش به هدیه بشه. احتمال نمیدید این مثلا توی تاریخ جوری برای این احتمال وارد هست، ولی نقطه جالبی که مهم این است که یک تبدیل شده به یک حکایت معروف. این حکایت معروف به نظر من کار جالبی کرده اگر واقعیت داشته باشه این از لحاظ سندی، چون تاریخ خیلی نمیشه با روش علم حدیث نمیشه تاریخ رو مورد مشکافی قرار داد، چون حدیث شناسی و سند در حدیث خیلی دقت درش وجود داره، به خاطر همین کمتر احادیث ضعیف یا موضوع رد نمیشه از لای این ضوابط. اما تاریخ این ضوابط رو نداره، تاریخ نویس در واقع در تاریخ آسان‌تر گرفته شده به خاطر اینکه حکایت تاریخی هست و احکام شرعی براش مترتب نمیشه. این حکایت نقطه جالبی هست که بماند برای آیندگان که حتی اگر یه جفت کفش هم داشته باشید حق تو نباشه ازت گرفته میشه. این هست که خیان جلو تصور این که کسی بتونه از منصبی که قرار گرفته درش بتونه اموال رو کسب کنه میگیره. یه چند تا توضیحاتی که شما فرمودید یه چند تا نکات توش بود که من میخواستم نظر شما رو. جالبی این روند برخورد در واقع این روند نظارتی که حضرت عمر داشته، ابتدا یک خبر میرسه از اینکه عمرو بن عاص اموالش زیاد شده. نظارت قوی حضرت عمر نشان از این در واقع نشان از این میده که راه‌های نظارتی بر در واقع عمرا و با توجه که مصر فاصله خیلی زیادی با مدینه داره، ولی اما انتقال این مسئله به مدینه یعنی کنترل قوی داشتند بر یا سیستم نظارتی قوی بوده که این اتفاق منتقل شده به مدینه. موضوع بعد اینه که ابتداءً با همین اطلاع رسانی اقدامی براش اتفاق نمیفته، بلکه کسانی رو میفرستند که این صحت خبرش یا صحت موضوع رو در واقع در این مسئله جویا بشن. این قدم دوم بود. زمانی که مطمئن میشن از خود در واقع صاحب مال یا اون کسی که این حرف برش هست یا عمرو بن عاص دلایل میخوان و برای دو بار هم دلیل میخوان، دلایل مستند نه بدون چیز، و خیلی یعنی ضمن مهربان بودن خیلی قاطع برخورد میکنند. این روش نظارتی که چند لایه است نشان از دقت نظر اتفاق هست. در واقع خواستم نظر شما رو در این مورد بخوام، و اما بعد از اینکه صدای این بیننده عزیزی که تماس گرفتن رو عرض سلام دارم خدمتتون. خانم ملکه از ایران عرض سلام دارم. خانم ملکه بفرمایید. سلام آقای محمودی. سلام دوستان و رابی. من فقط میخواستم تشکر کنم از برنامهتون از شبکه جهانی نور. سلامت باشید. نظر لطفتون. تشکر میکنم از برنامهتون. نظر لطفتون است. خیلی خیلی ممنونم. هدایت من. خدا حافظ. خدا حافظ شما. از برنامه. ممنونم از اظهار لطفتون و متشکر از این که زحمت کشیدید این تماس گرفتید با برنامه. یه مسئله دیگه که پشت این هست اینه که دو نمونه‌ای که شما فرمودید، هم عمرو بن عاص هم خالد بن ولید رضی الله عنهم، هر دو از دوستان یا در واقع همسنان حضرت عمر هستند. وقتی حضرت عمر رضی الله عنهم با دوستان خودش، با کسانی که در واقع با هم بزرگ شدن یا هم بازی بودند، دوران جوانیشون رو با هم بودند، این گونه برخورد میکنه، این در واقع برای دیگرانی که چیز هستن به شدت عبرت بیشتری داره یا تأثیر بیشتری داره. این تحلیل من بود از این حادث در این حکایت. تحلیل جالبی. خواستم نظر شما رو بدونم. این روند یه روند این سیستم ثابتی بوده در سیستم نظارتی در زمان حضرت عمر یا در برای ایشون این اتفاق افتاده؟ دقیقا نظام رقابت یا نظارت به تعبیر دیگری از نقطه شروع میشه که انتخاب والی و یا استاندار یا مسئولی که در جایگاهی قرار میگیره. من قبل از اون که وارد این مطلب هم بشم میخوام گریزی به این موضوع اخیری که جناب عالی اشاره فرمودید. عمرو بن عاص و خالد بن ولید رضوان الله علیهم اجمعین
دو تا غیر از اینکه نزدیکان دوستان حضرت عمر هستن، از خردسالی با هم بزرگ شدن، خلاصه همه خوب رو همدیگر خوب میشناسن، گذشته از اینها دو شخصیت اثرگذار و مهم در تاریخ اسلام هستند. اینگونه شخصیت کوچک نیستن اینا، یعنی خالد بن ولید اینقدر شخصیتش بالا از اونجا که همه صحابه، یعنی خطر این پیش میاد که فکر کنن همه فتوحاتی که نصیب مسلمان میشه به خاطر حضور خالده. و عمرو بن عاص هم باز یک شخصیت بسیار سیاستمدار و توانمند هست در جایگاه خودش. و وقتی که از این دوتا که اینقدر هم از لحاظ قبیله، هم از لحاظ جایگاه اجتماعی، هم از لحاظ جایگاهش در میان صحابه، هم خدماتشون به اسلام، درست از دیرتر ایمان آوردن ولی خدمات خوبی رو ارائه دادن به اسلام، با وجود همه اینها این گونه ازشون نمیگذره، یعنی قانون فوق همه هست و ازشون نمیگذره، بازخواستشون میکنه و این شخصیت ها هیچ اهانتی هم بهشون نمیشه. حتی وقتی که در مورد قضیه خالد ازش میپرسن، میگه قسم به خدا من هیچ یعنی ایشون رو متهم به هیچ چی نمیکنم. حضرت عمر میگه من ایشون رو متهم به کاری نمیکنم، نمیگم ایشون متهم هست، کار بدی کرده، ایرادی در کارش وجود داره و دلیل بگم این ایراد یا این ایراد، ولی ضوابط این رو میگه، ضوابطی که گذاشته میشه باید حتما منطقی باشه زیاد شدن ثروت یک انسانی. وقتی که دو شخص این گونه رو انبارشون رو تقسیم میکنه و عبرتی میشه برای دیگران، بدونن که هیچ کسی مستثنا نیست، قبیلش بزرگه، شخصیتش قویه، نزدیک دوسته، ولی با این وصف تطبیق میشه قانون روی. و اشاره خوبی هم توی این نامه‌ای که رد و بدل شده حضرت عمر، اشاره بسیار زیبایی روی قضیه این که این اتفاق هم آر میاره هم آتش رو میاره برات، در واقع با این اتفاق، با این نصف کردن مال، یک به یک گونه خدمتی هم بوده به عمرو بن عاص. بله، همه قوانین عرض کردم، بله. همه قوانین یک طرفش حفظ فرده، یعنی اینطوری نیست مثلا عمرو بن عاص در منصب خود، حتی بعد از اینکه مالش هم تقسیم شد در منصب خودش موند، در جایگاه خودش موند، چون توانمندی هاش خیلی عالی بود و حضرت عمر هم میدونست که جایگاه خوبی داره و میتونه. حتی در موارد دیگری هم هست، باز قاعده معروف، حالا دو تا قاعده معروف مرتبط شده به عمرو بن عاص، یکیشون من عین لک هذا، این قانون هست که در زمان حضرت عمر دیگری، اولین بار با عمرو بن عاص این اتفاق افتاد. بله، نه، اول با خالد بن ولید اتفاق افتاد، بعد با عمرو بن عاص، چون حضرت عمر در بدو خلافتش اولین کاری که شاید از جمله اوائل کاری که صورت گرفت در مسائل مالی و عزل و نسب ها با خالد بود. بعدن در فترات دیگه بعد از اینکه مصر فتح شد، بعدن عمرو بن عاص شد والی مصر به تعیین خود حضرت عمر. دو تا قاعده صورت گرفت در مورد عمرو بن عاص، یکی این که من عین لک هذا در بحث مالی بود، دیگری در بحث آزادی های انسان ها و برابر بودن انسان ها بود، که متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، که باید با آب طلا نوشتین رو، از کی تا به حال شما مردم رو برده خودتون میکنید در حالی که مادرانشون اونها رو آزاد آفریدن. اینم حکایتی بود که پسر عمرو بن عاص با یک قبطی داره مسابقه میده، اون برنده میشه، اینم با شلاق اون رو میزنه، چطوری سبقت میگیری از من، و داستان به حضرت عمر میرسه، شکایت این فرد، قبطی شکایت میکنه، شکایت به حضرت عمر میرسه و در اونجاست که خود حضرت عمر حکم میکنه به این که باید حتما قصاص گرفته بشه و حقش پرداخت بشه. این تو این حکایت دومی که فرمودید، این جرأتی که قبطیه میره و از پسر و در واقع قبطی دور از چیز هست دیگه، یعنی این دلیل بر شناخته، میدونن چیه، یعنی این نظارت، این حکومتی است که مردم سالاره، که به درد مردم میرسه، به راحتی میشه شکایت کرد، به راحتی میشه حق تو بگیری، هیچ کس چیز نیست روی این قضیه، یعنی هم مردم میدونن و ثابت داره، حکومت و نظام خلافت راشده ثابت کرده برای مردم که حقشون محفوظ، ثابت کرده که انسان ها برابرن، ثابت کرده که هیچ کسی جایگاه بالاتر از دیگری نداره که بتونه حق بیشتری رو دریافت کنه، چه وزیر، چه امیر، چه خلیفه، همه با هم مساویان. وقتی این رو به خوبی دیدن و عمل کردش رو دیدن، این است که راحت هم میتونن شکایت خودشون رو برسونن. یک سوال دارم، این قاعده من عین لک هذا، یا از این از کجا آوردی و این نظارت با این دقت،
عدم اطمینان رو به چیز ایجاد نمیکنه، یعنی مدیر این حس رو نمیکنه، مسئولین این حس رو نمیکنن، اطمینان نمیشه کرد به اینکه یه جوری تحت کنترلی زیر نظارتی، اینو القا نمیکنه، این حس رو منتقل نمیکنه، بی اعتمادی یا در واقع ترس از این که هر آن ممکنه اینو که خریدی الان ممکنه بیان ازت بگیرن چرا اینو از کجا خریدی. نه، همه چی وقتی که نگاه کنید رقابتی که وجود داره یا نظارتی که وجود داره، اولا اصل این هست که باید وجود داشته باشه، اصل این یادگیری باید نظارت باشه، یعنی چرا چگونه هست که مطلقاً عنان که به کسی سپرده نمیشه، یک ولایت بزرگ بهش بسپاری، کشوری مثل مصر تحویلش داده بشه که حسابی هم پس نده، کسی هم نباشه اون رو بازخواست کنه. اگه دلیل مقنعی بیاره برای این کارش که این دلیل من قانع کننده باشه، به این دلیل به این دلیل اینطوری هست و دلایلش قانع کننده باشه، به هیچ وجه اموالش برداشته نمیشه. ولی وقتی که میدونه از این وظیفه‌ای که بهش سپرده شده داره سوء استفاده میشه، اون وقتی که مراقبت میکنه. من فکر میکنم بلکه حتی امروز هم اینطوری اعمال میشه، همیشه نظارت وجود داره، حسابرسی وجود داره و بازرس کل وجود داره، همه نظام های کشوری امروز این رو دارن. هر جا این نباشه غلطه. الان چرا چیزایی که پنهانه مردم ازش اعتراض دارن؟ الان بخش های زیادی از اموال ایران کجا میره؟ چون نبودن این قضیه است و مردم رو کاری کردن، کسی هم جرئت نکنه. بله هیبت دولت میشکنه، هیبت فلان میشکنه، این حاجقاس اون یکی نمیدونم فلان هست و به خاطر همین فساد در جامعه بسیار فراوان هست. مردم وقتی که ببینند که حاکمش فاسده، بقیه مردم هم فاسد خواهند شد، بقیه مردم هم به خودشون اجازه این رو میدن که راه فساد رو در بخش مالی یا در هر بخش دیگری در پیش بگیرن. کلام حضرت علی در مورد حضرت عمر بود، وقتی که حضرت عمر شکر خدا گفت که اینکه کسی میاد یک شخصی رو فرستادن برای اموال جمع آوری اموال زکات و غنائم بود، وقتی که برگشت فلس رو درهم و دین، اموال بسیار زیادی بود، همه بخش زیادی سکه طلا هست، میاره همه رو بدون استثنا تحویل میده این فرد و یک دونم بر نمیداره. اونجا حضرت عمر شکر خدا میکنه که در میان امت اسلام کسانی هستن که اینقدر امانت دار که حاضر نیستن یک خیانتی بکنن. وقتی این شکر خدا رو میگه، حضرت علی بهشون میگه این از عدل و رعایت خودت هست، لو رتعت لرتع الناس، میگه اگه تو میخوردی از اموال بیت المال مردم هم میخوردن. خیلی متشکرم. خیلی من باز هم اشاره میکنم که این نشان از این ارتباط صمیمی که بین آل اصحاب هست. من بله بله، چون شبهه زیاد علیش ایجاد میشه تأکید برای این هم بکنیم. آقای عبدالله از ایران پشت خط هستن ظاهرا. سلام دارم خدمتتون آقای عبدالله، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام دارم خدمت آقای زارابی و بینندگان عزیز و محترم. اینکه دو سوال از کارشناس هست شما دارم. یکی این که گفتن به حاکم که از کجا آوردید، ولی خب ما طبق احادیثی از پیامبر داریم که بر فرض مثلا اگه بگیم به حاکم بگیم بالای چشمت ابرو، یعنی خروج بر حاکم قلم داد میشه. پس این چه کسی حق داره و جرأت داره که به حاکم بگه مثلا این حدیثی که میفرمایید آقای عبدالله، این حدیثی که میفرمایید بگید که بشه راجعش مستند صحبت کرد. الدلالة على السمع والطاعة في غير معصية الله وتحريم الخروج على غير معصية. اجازه فرمایید شما به یک شرط اشاره کردید تو این حدیثی که فرمودید، فی غیر معصية الله، یعنی اطاعت در با این شرط در غیر معصية خداوند. این در واقع سوال شما رو پاسخ میده، توضیح رو استاد خواهند داد حتما، امیدوارم بهش بر بگردید. در غیر معصية خداوند یعنی اگه حقی از کسی گرفته بشه خورده بشه، این وارد معصیت میشه، پس باید ازش سوال کرد که چرا این کارو کردی. این قاعده به این مسئله است. امیدوارم که پاسخ گرفته باشید، توضیح دقیق‌تر رو استاد خواهند داد. سوال بعدیتون رو بفرمایید. خب ظاهرا تماسشون قطع شده، امیدوارم بتونن تماس بگیرن و سال بعدی رو بپرسن. آقای علی از ایران پشت خط هست. خب آقای علی هم ظاهرا پشت خط قطع شدن تلفنشون، امیدوارم که مشکل مخابراتی نباشه.
خب من در خدمت شما هستم. ادامه مبحث نظام شکلگی. آقای عبدالله پشت خط هستن ظاهرن. آقای عبدالله مثل که پشت خط هستید، بفرمایید صداتون. بعد این که در مورد مسئله دوم، در مورد حکومت خلیفه دوم عمر و بازخواست بعضی از استانها، ولی الان من کلیپ دارم از آقای عارض القرنی که موقعی که معاویه در شام اموال مردم رو میدوزید و چرا خلیفه دوم به این راحتی نگید. آخه خودتون نخوندید یک کلیپ. آخه ببین دوست عزیزم، یک کلیپ دیدی بعد حالا جمع گرفتت. خب مشکل نیست، من جواب بفرمایید بگو. خب حضرت معاویه خب چی شد بفرمایید. حالا ما کلیپ شما گوش بدید. اگه من اشتباه کردم لازم نیست کلیپ گوش بدید. من یک سوال از میکنم آقای عبدالله. خب اگر معاویه اینطوری بود که شما میگید رضی الله عنه، اگه این گونه بود چرا حضرت علی گفت که من 10 تا تمنا میکنم 10 تا از شما رو به پیروان خودش گفت، اونایی که طول سپاش بودن 10 تا شما رو با یکی از طرفداران معاویه عوض کنم؟ اگه معاویه ظلم میکرد به مردم، باید اون مردم ازش بدشون میومد، در حالی که خیلی دوستش داشتن جونشون رو به خاطرش میدادن. یعنی به مردم ظلم نکرده، مردم دوستش داشتن. و شما دلیل قانع کننده ای برای موضوعتون ارائه بدید بهتره. شما به عنوان آقای عبدالله، من یه خواهش دارم ازتون. البته با شناختی که حالا با تماس‌های مکرری که با شبکه نور میگیرید و لطف میکنید تماس میگیرید، یه مسئله که من حس کردم اینه که خیلی سریع جوگیر میشید تو قضیه. یعنی یه موضوع رو به نظرتون میاد، سوال پیش میاد، نه تحقیق میکنید نه در واقع اون مطلب رو، اون سند رو ببینید یا به دنبالش برید، نظر اهل سنت رو هم ببینید. حالا اینکه شما یک کلیپ دیدید، یک نفر یه چیزی گفته، شما باید اول مطمئن باشید. شما دارید تماس میگیرید به عنوان یک شبهه برای خودتون ایجاد میکنید. خب دلیل نمیشه که نمیشه، یعنی در واقع این دلیل مستندی نیست به عنوان یک دوست عزیزی که متمایل هست که حقایق رو بدونه. اگه میخواید به دنبال کشف حقایق هستید و بشناسید بدونید واقعیت چیه، باید یک کمی مطالعه بکنید، یک کمی اسناد رو ببینید، نظر اهل سنت رو جویا بشید، تو کتابها هست. بعد اگر دیدید که قضیه براتون مبهم هست، خب میتونید تماس بگیرید از جای دیگه برای رفعش چیز بکنید. با چنیدن و دیدن یک کلیپ شما حکم ندید و همیشه مطمئن نباشید به آنچه که در واقع این گونه منتقل میشه بدون سند. خیلی متشکرم از تماستون، خدا یار نگهدارتون. بله امیدوارم که در اون جوابشون گرفته باشن. عبدالله بینندگان پاراپاقرص شبکه هستن، همیشه حالا درسته شبه افکنی میکنن، تلاششون این است که امیدواریم که برای رفع شبه هایی است که در ذهنشون باشه. درست همینطوره هست. یعنی ما آرزومون این هست که اگه کسی سوالی میکنه، هدف فقط اظهار حقد، اظهار کراهیت به اصحاب پیامبر نباشه، بلکه واقعا حقایق رو بخواد روشن بشه. نوکن حضرت معاویه در شام بسیار محبوبیت داشت و مدت بسیار طولانی، حدود 40 سال در اونجا حکومت کرد. مردم خیلی دوستش داشتند، مردم شام بسیار دوستش داشتند. و حضرت علی رضی الله عنه تمنا میکنه که کاش که 10 تا از اینها رو میگرفتن، یکی از سپاهیان معاویه رو میدادن. اونایی که اطراف حضرت علی بودند، غیر از اونایی که از اهل مدینه بودند و از اصحاب و مخلصینی که وجود داشتن، تعداد زیادی دیگه ای بودند که اینها کسانی بودند که غوغا بودند و اصلا اطاعت نمیکردن از حضرت علی. حضرت علی چیزی رو میگفتن، یه چیزی دیگه انجام میدادن و نهایتش جدا شدن و خوارج شدن، اجبارش کردن. حتی مثلا خود در بعضی حد التشه میگم اجبارش کردن به صلح، خودشون میگن. خب ولی معاویه اینطوری نبود، همه حاضر بودن برای جانفشانی کنند. آیا میشه با ظلم به اینجا رسید؟ میشه با ظلم حاکم ظلم کنه و مردم باز دوستش داشته باشند؟ اصلا اینطوری نیست. و اما اینکه حضرت عمر در زمان حضرت عمر، حضرت معاویه والی شام بوده، این درست والی شام بوده و کسی هم نمیتونه ظلمی رو در زمان ایشون نقل کنه که اینطوری بوده. بعد این گونه نظارتی که الان روی مثلا موقعیتی که برای ابن بر آس پیش اومده، پیش نیومده برای پیش نیومده قطعا پیش نیومده. اگه پیش میومد حتما ایشون رو هم بازخواست میکرد.
پیش نیومده، اگر پیش هم میومد قطعا بازخواست میشد و هیچ ابایی نداره در اینکه اینطوری هست. یک مورد شکایت شد برای اینکه گفتند که معاویه برای خودش ساختمان مجلل و قصر داره، قصر حکم دار اماره داره، یعنی ساختمانی که درش نشسته. ایشون رو بازخواست کرده و کشون به مدینه که شنیدیم که این چنین کاری کردی، چنین وضعیتی داری. گفت ایشون هم گفت یا امیرالمومنین، من در جایی هستم که مردم روم اونجا هستند. اونجا ابتداً مستعمره روم بوده و رومیان از دست رومیان فتح شد اونجا. مردم اونجا همه اینطوری هستند. اگه من بیام توی کپر بشینم کسی حرف ازم نمیشنوه. باید منم در جایگاهی قرار بگیرم که مردم حرفم رو بپذیرن. توی کپری بشینم کسی حرف اصلا، فرهنگش اینطوری هست. این فرهنگ این وضعیت رو اقتضا میکنه. این تنها موردی است که بنده اطلاع دارم ازش بازخواست که بازخواست شده و ایشون هم جواب داده و حضرت عمر هم گفته در عبارتشون حتی میگه بهت اجازه نمیدم، من اتم نمیکنم. میگه به این معنی بهت اجازه نمیدم، به این معنی که من نمیگم کار خوبی میکنی، بهت هم نمیگم نکن. یعنی این مورد قابل قبولی بوده ولی خود حضرت عمر این گونه نگاه نمی‌کرد، اینو نمی‌پذیره. ولی وقتی که اطرافیان حضرت عمر کار شورا، وقتی صحابه اطراف که هستن همه این رو منطقی و وجیه میدونن، حضرت عمر گناهشو به گردن خودش میگه من ات نمی‌کنم از این کار، چون دلیلی براش آوردی، ولی نمیگم این کارم بکن. یعنی اینطوری نیست که تبدیل بشه به سنتی. چرا میگه نمیگم این کارو بکن؟ تا تبدیل نشه به سنتی برای دیگران بگن پس قصر سازی و این مسائل برای همه هست، شرایط خاص تو هست. توضیح دادی، صحابه پذیرفتن که اهل حل عقدن. چرا ایشون رو میکشونه به مدینه؟ میشد فکر کسی رو بفرسته اونم نامه بده مثل عمرو بن العاص، بله نامه بده، ولی نه، ایشون رو میکشونه به مدینه در بین مهاجرون انصار حرف بزنه، در ملأ عام مورد بازخواست قرار میگیره. با این وصف وقتی که صحابه پذیرفتن، اهل مهاجر و انصار این منطق رو قبول داشتن، در نتیجه ایشون رو مجلس قبول کرده. قبول کرده، بله. میخوام چیزی رو نقل کردم در بحث این که کلام حضرت علی در مورد کاملش اینجا وجود داره که میگه سعد بن ابی وقاص اموال زیادی رو به یک کسی داد بیاره خدمت حضرت عمر که مدینه بود، از عراق بیارن به مدینه. و این مجوهرات و طلا و جواهرات و چیزی از این قبیل بود. وقتی که آوردن حضرت عمر اونا رو شمار، فکر کنم میتونیم سند رو هم ببینیم اگر که متعال باشه باشه بشه دید. لپتاپ این رو من در چیز نقل کردم، از یک سایت نقل کردم. حالا بله، حالا اصلیش رو بیاریم که اگر زمان بر نیست برای که زمان نیست، حالا من بعدا کتابشو میارم بخونم الان، چون بله که میفرماید بعد از اینکه اینها شمارده شد، این همه رو شمردن که کاملا درسته، حضرت عمر میگه تبسم کرد و شکر خدا رو گفت، حمید الله و تبسم. در اونجا صحابه همه خوشحال شدن از اینکه امانتداری این شخص که تونسته با کمال امانتداری رو تحویل بده. هر کسی یه چیزی گفت، یکی گفت که خودت امانتداری، اینم امانتداری کرده و هر کسی حرفی. حضرت علی گفت که عففت فعفو ولو رتعت لرتعو. میگه تو انسان عفیفی بودی، طمع به مال مردم نداشتی، پس مردم هم عفیف بودند. عففت فعفو ولو رتعت لرتعو. اگه میخوردی اونا میخوردن. و این قاعده، یعنی این قاعده‌ایه که بلاغتی که تو این کلام حضرت علی رضی الله عنه هستش خیلی گیراست. بله، خب این ما رو دور میکنه از اصل قضیه بله، که وجود بله. داره و اونم مسئله نظارت مالی هست که قاعده اولیش عبارت بود از همین قاعده من عین لکه بله. این رو قانون گذاشت. یه مسئله هست، نمیدونم بحث نظارت به سرانجام رسید یا میخواین توضیح؟ نه، من میخوام توضیح دیگه بدم در این بحث. اونم این که ضوابط این که یک نظارتی وجود داره و بازرسی صورت میگیره، بازرس کلی وجود داره، مراحلی که وجود داره رو از میگه، این که ابتداعا حسن اختیار فرمانداران و عمال بوده، حسن اختیارشون و سهولت تغییرشون. یعنی اینکه اگه کسی ازش شکایتی میشد خیلی راحت تغییرش میداد حضرت عمر، مخصوصا در جاهایی که جای بحران هست، در جاهایی که جای استقرار خیلی کمتر هست، مثل عراق. اهل کوفه هر فرماندار یا استانداری میرفت خلاصه گیری بهش میدادن. حضرت عمر هم در یک عبارت گفت که هان شیء اصلح به قوما ان ابدل لهم امیرهم،
خیلی آسونه که به خاطر اصلاح وضعیتشون امیر رو جایگزین امیر دیگه ای بکنن، استاندارشون رو عوض کنن. اگه این یکی نشد اون یکی. سعد بن ابی وقاص از جمله کسانی است که مودی مشنی بهشت گرفته، فرماندار استاندار عراق بود و اهل عراق عادتشون همینه، اومدن شکایت کردن و حضرت عمر عوض کرد، ابو موسی اشعری رو فرستاد، از اون شکایت کردن عوض کرد یکی دیگر رو. اصلا این ظاهرن این الان تو تاریخ سیاسی عراقی نگاه میکنید جز کشورهایی هست که توش بسیار کودتا و تغییر و تغییر نظام اینا خیلی با فاصله های زمانی کم اتفاق افتاده. ظاهرن این جز مشخصهای این سرزمین هست. و به هر صورت این تغییر دادن ها وقتی که میان شکایت میکنن تغییر میده حضرت عمر، میگه خیلی آسونه. این یکی از نشانه های رقابت زیاد، این که توجه کردن به شکایت مردم، توجه کردن به اولا انتخاب درست، دوما تغییر. و از جمله تغییرهایی که صورت میگیره ما در جاهای دیگه کمتر تغییر میبینیم، بیشتر این تغییر در عراق بوده، در کوفه و بصره و این جاهایی که عراقی هست. یه مسئله که الان تو همین توضیح فرمودید که به سر این اتفاق، این جمله رو از حضرت عمر نقل کردید که تغییر عمرها خیلی راحت، خیلی اتفاق ساده تریه، اینه که مردم سالار بوده و در کنار قانون مدار، یعنی درست. نظر مردم رو اولویت میداده حتی اگر به تغییر مدیر بیانجامه، رضایت مردم براشون در این از جمله قضایی که حضرت عمر اصلا میگه این اصلا انتخاب امیر برای مردمه، یعنی در واقع مردم هستن که اصل و اساس هستند و این امیر حقوق بگیر اونهاست، یعنی حقوقی که از اموال اونها یا از زکاتشون یا از صدقاتشون یا از غنائم یا از هر چی هست، از اون هست که به این امیر داده میشه و در نتیجه کارمند هست. یعنی این کارمند خب قرار نیست که اربابشون باشه، بلکه قرار است خدمتگزار به اونها باشه. به خاطر همین اگر راضی نبودن از این خدمتگزار یکی دیگری رو میاره و مردم رو همیشه این رو بهشون گفته که این مردم از حق دارن، خواستن عوض کنی عوض میکنیم، هر کسی دیگر رو خواستن. من قول داده بودم به این که چیزی رو از سلمان نقل کنم، میخوام این رو نقل کنم در مورد حضرت عمر. کسی تصور نکنه تصور بدی بود. حضرت عمر سوال کرد از سلمان، همونطوری در بعضی کتب تاریخی اومده از جمله در طبقات ابن سعد ذکر شده، میگه حضرت عمر پرسید عملکن انا ام خلیفه، من ملکم پادشاهم یا خلیفه ام؟ منظور اینه که تفاوت اصطلاحاتی که وجود داشته در اونجا چطوری برداشت می‌کنه. سلمان میگه این انت جبیت من ارض المسلمین درهما او اقل او اکثر ثم وضعته في غير حقه فانت ملك غير خليفه. میگه اگه تو یک درهم رو از سرزمین مسلمانان، از اموالک متعلق به مسلمانان، جمله از طرف سلمان به حضرت عمر، میگه اگه تو یک درهم رو از اموال مسلمانان گرفتی و در غیر حق خودش گذاشتی، یعنی این رو در جای غیر مستحقش، به غیر مستحقش دادی، به ناحق جایی مصرف شد، این تو ملکی و خلیفه نیستی. در جای دیگری در روایت ابن سعد هست، باز در جلد سوم هست، صفحه این ملک بودن مثل فوش بوده ظاهرا اون موقع، دیکتاتوری در واقع میرسونه پشت نوع حکومت، یعنی تعیین نوع حکومت، یعنی مقصود بنده این است که بدون صحابه میدونستن که نوع حکومتی که دارن متفاوت است. اون نوع حکومتی که در مدینه وجود داشته با نوع حکومتی که در روم وجود داره، مثلا بنا حکومتی که در ایران وجود داشته، حکومت جمهوری یا در اونها مردم سالار، آره در اونها بله دقیقاً همینطور. در ادامه روایت میگه بعد وقتی که شرح میده سلمان میگه الخلیفه لا یاخذ الا حقا ولا یضعه الا فی حق والملك یعسف الناس فیاخذ من هذا ویعطي هذا فانت بحمد الله خلیفه. در عبارت سلمان اینطوری بعد از اینکه توضیح میده که میگه جز به حق بر نمیداره خلیفه و جز در حق هم نمیگذاره اون کاری که مبالغی که وجود داره، نگاه کن همش برمیگرده مسئله مالی. دقتی که در تشخیص نوع حکومت رو تشخیص میده و جدا میکنه بازخواست شدن و مورد مؤاخذه قرار گرفتن، بازرس داشتن، نظارت مردمی بر عمل کرده مالی حاکم، اون رو تبدیل میکنه به خلیفه. اینکه نظارتی نباشه، تام العنان همه در اختیار خودش هست،
مطلق العنان در اختیارش است، اون تبدیلش میکنه به نوع نظام دیگری که غیر از نظام خلافت راشده است، نظام دیکتاتوری. مقصود این است که مال خیلی مؤثر بوده و مورد توجه قرار گرفته و به خاطر همین باید هم بهش پرداخت. بله. از دو فرمان بیان اشاره میکنن ظاهرا یه مشکلی توی تلفن ها پیش اومده، دوستان در تلاش هستن که رفع کنن. عزیزانی که ممکنه تماس بگیرن تو این فاصله، من عذر میخوام، تا رفع شدن این متاسفانه امکان تماس نیست، اما به زودی انشالله رفع میشه. فقط جهت اطلاع خدمتون عرض کنم. یک راه دیگه ای که شما میتونید با برنامه تماس بگیرید در غیر ساعتی خودش، یعنی در ضمن برنامه اگر سوالی نتونستید ضمن برنامه تماس بگیرید، شماره تلفن گویا است که ما در واقع قرار دادیم برای همین مسئله. برای مسائل دیگه هم هست، میتونید سوالاتون اونجا مطرح بکنید تا توی برنامه هفته بعد پاسخش داده بشه. اگر موافقید یه میان برنامه کوتاه در مورد این شماره تلفن رو، یادآوری این شماره تلفن گویا که هست و در واقع به روز هم شده، تغییر دادیم شماره تلفن ها رو برای که هزینه های تماس شما پایین تر بیاد و راحت تر اتفاق بیفته، قطع نشه و پیشرفتی تو این قضیه اتفاق افتاده با توجه به بازخورد هایی که از شما بینندگان داشتیم و اینکه تماس با تلفن گویا مشکل هست و سخت و هزینه بردار، میتونید شماره تلفن اینترنتی هست، خیلی راحت میشه در واقع با هزینه خیلی کمی تماس بگیرید، صداتون ضبط میشه و ما هفته بعد پاسخ میدیم به سوالتون. اگر موافق باشید این میان برنامه آماده است. شماره تلفن گویای ما رو و تذکر یادآوری این شماره تلفن رو میبینیم، باز برمیگردیم ادامه بحثمون. برای طرح سوالات خود با شماره تلفن گویا تماس بگیرید. 2044-203-51-95-295. بله. 2044 برای شماره تلفن رو 2044 203-235-195-295 که زیرنویس هم هست. بله، لطف کردن زیرنویس هم کردن، خیلی متشکرم. میتونید با این شماره تلفن تو زمانهایی که برنامه نیست اگر سوالی در مورد این برنامه داشتید یا انتقاد، پیشنهاد یا هر ارتباطی با شبکه، این تلفن گویاست، میتونید تماس بگیرید. متشکرم. خب یک اتفاقی که معمولا در نظام‌های اقتصادی جهان یا در جهان در واقع اتفاق میفته، بحران‌های اقتصادی، یعنی هر نظام حکومتی یک برهه‌ای از زمان رو مشکلات اقتصادی براش پیش میاد و اونجاست که قدرت نظام مالی در واقع خودش رو نشون میده که میتونه از این بحران سر بر بیاره و زنده خودش رو نگه بداره بدون اینکه فشاری به مردم بیاد، بدون اینکه مشکلی برای اقتصادشون پیش بیاد. و نقطه قوت یک نظام مالی همین هست که قواعدی رو برای این بحران مالی یا بحران اقتصادی مالی دیده باشن براش و راهکارهای مناسب. من میخواستم بدونم که بعد از این قضیه نظارت ببینم که در نزا قوانین نظام اسلامی، نظام مالی اسلام، یه همچون قاعده ای هست که این کار اتفاق افتاده باشه یا حالا. بله قطعا. من از بستر تاریخیش شروع کنم که در مواقع مختلفی صورت گرفته، ولی ما مثالمون بیشتر به خلافت حضرت عمر برمیگرده، چون در اونجا هم طولانی بودن مدت خلافت و هم شکل گرفتن خلافت هست. تا در زمان پیامبر زمان نبوت هست، متفاوت هست با زمان خلافت. بله، نصوص زیادی هم در اونجا وجود داره، ولی اساسا زمان خلافت حضرت عمر از سال 13 تا 23 سال خلافت حضرت عمر هست که نقطه اوج در واقع لازم وسعت هم نقطه اوج بوده، هم وسعت، هم شکل گیری خلافت، هم نظم اداری، هم همه اینها. یکی از قضایایی که وجود داره در واقع همونطور است، یعنی بحران اداره اقتصادی، یعنی بحران که پیش می بحران های اقتصادی، اداری این بحران
دلیل بر قوت شخص و قوت اداری نظامی که داره در جامعه رو اداره میکنه. در زمان حضرت عمر معروف هست که یک سال قحطی شد به اسم سال رماده معروف است. عام رماده که رماد یعنی چی؟ رماد یعنی خاکستر. و چرا بهش میگن خاکستر؟ میگن چون مردمان زیادی فوت کردن، دو تا تعبیر به کار بردن براش. یکی میگه هلك الحرث والنسل، میگه مردمان زیادی، اصلا کشتزارها همه دیگه کلن چیز شد، سوخت به خاطر گرمای زیاد و نبودن آب، و حیوانات هم که خیلی از حیواناشون تلف شدن و از بین رفتن. چه مدت بود زمانش؟ یک سال، یعنی البته خشک سالی هایی که پشت سر هم اتفاق افتاده بود، در سال یک سال دیگه اوجش هست به اسم سال رماده است، و بعد از اون هست که دیگه خداوند فرجی رو میفرسته و وضعیت عوض میشه. در این سال کارهای جالبی رو انجام داد حضرت عمر که اداری این وضعیت و اصلا حتی نوع تطبیق احکام شرعی خیلی جالب هست که اینا رو به این دقت توجه بشه به این قضایا. یکی این که قبل از هر چیزی شناختن این که این یک وضعیتی که پیش اومده و ابتدای از همه پناه بردن به خداوند هست و لجوع به دعا، مسئله نماز استسقا خوندن و دعا کردن و از خداوند کمک خواستن تقویت بنیه اعتقادی مردم هست. یعنی باور مردم و اعتقاد مردم بر این که توکلشون به خداوند باشد خیلی کمک میکنه به این که خیلی از سختی ها رو قابل قبول تر کرده، یعنی بپذیرن مردم این رو. و در اونجا بود که حضرت عمر در اون سال میگه، در روایتی که اومده در کتب قاطع بن سعد ذکر میکنه، میگه ان عمر رضی الله عنه حثنا، میگه جس على ركبتيه خاشعا يدعو الله ان يمطر الناس، میگه دعا کرد روی زانوهاش نشست و دعا کرد، دعای طولانی کرد که خدای بارون بباره و دعای استسقا کرد، و این در مورد دعای خودشون. و بعد میگه مردم رو تشویق کرد به این که دعا کنند. موضوع کار دومی که انجام دادن بحث تقسیم طعام، غذا و چیزی که میومد و یا چیزی که داشتن بین مردم به تساوی، همه به شکل مساوی. اگر تا اون وقت تفاضلی بود بین مناسب و بین جایگاه های انسان ها، در اون سال هیچ تفاوتی نبود، همه مردم با هم مساوی بودند. اگر و خلیفه خودش از می اومد در پایین ترین حالت می نشست، یعنی کمترین مواد غذایی رو مصرف می کرد. همونطوری که در کتب تاریخی هم ذکر شده، میگه حضرت عمر قسم خورد، میگه حلف عمر رضی الله عنه لا يذوق السمن واللبن حتى يحيى الناس، قسم خورد که شیر و روغن رو مصرف نمی کنه تا مردم زنده بشن، یعنی یحیی الناس، یعنی مردم بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. لقد كان عمر ابيض امهق، حضرت عمر انسان پوست سفید بود، سفیدی که سرخی بر اون غالب بود، میگه تعلوه حمره، یعنی انسان هم زیبا صورتی بوده و هم سفید بوده. میگه در اون سال به خاطر یعنی بیشترین چیزی که مصرف میکرد، میگه کان یاکل الزبیب و ان لانه حرم على نفسه السمن واللبن حتى يخصب الناس، تا مردم وضعیتشون بهتر بشه. میگه این کارش باعث شد که رنگ پوستش تیره شد و به خاطر شدتی که بر خودش میگرفت و اصلا کمترین رو مصرف میکرد. وقتی که صحابه گفتن که چرا این کار رو میکنی، گفت که من چیزی رو نمیخورم که مردم نتونن بخورن، چیزی رو خواهم خورد که مردم میخورن. و خودش رو با مردم مساوات قرار داد و در بین همه مردم هم به شکل مساوی اگر چیزی وجود داشت در بیت المال یا از معونات و کمک های اطراف میومد، اون رو به شکل مساوی در بین اهل مدینه و در جاهایی که خشکسالی بود، در اطراف مدینه، در شبه جزیره خشکسالی بود عموما، به همه میرسوند و توزیع میکرد. و اما در مورد خود تدبیر این که توزیع کردنشون، در گفته‌ای که نقل میکنن اینطوری هست که میفرماید لو استقبلت من امری ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنیاء فقسمتها على فقراء،
این یکی از تدابیر جالبی هست که امروز به عنوان وظیفه مالی قرار میدن در بحران ها. توضیح میفرمایید ترجمه عربی شو؟ آره تو اینو حتما خواهم گفت. این هست که میفرماید من اگر بدون تردد حتما اموال اغنیا رو، بخشی از اموال اغنیا رو، فضول اموالشون یعنی اضافیش، فضول اموال اغنیا رو، اموال زیادی انسانهای غریب رو در بین فقرا توزیع میکنم تا انسانها همه بتونن زندگی کنن تا وقتی که خوش یه مشارکت عمومی در واقع تو اصلا به شکل قانونی در میاد. به شکل قانونی اینجا همینطوره، همه دنیا اینطوری است. وقتی که بحران هست اونایی که دارن یک مسئولیت مالی دیگه پیدا میکنند. در عربی بهش میگه توظیف المالی. حتی در بحران ها از توظیف مالی اونایی که دار هستن دیگه باید حتما مبالغ اضافه بر اونی که عادتا میدادن به عنوان مالیات، به عنوان هر چی، الان باید بیشتر از اون رو بدن که فقرا هم بتونن در وضعیتی قرار بگیرن که زندگیشون تأمین بشه، حیاتشون حفظ بشه، زندگیشون حفظ بشه تا وقتی که از این بحران در میان. اگر در عبارت دیگه میگه لقد تمنى عمر رضي الله عنه لو اخذ من فضول اموال الاغنياء عام الرماده لتقسيمها على الفقراء وذلك عندما عجز بيت المال آنذاك عن مواجهه تلك الاموال ازمات. وقتی که دیدید به بیت المال کافی نیست، همه حاجات رو تکمیل نمیکنه، در اونجاست که گفت که اموال فقرا غنی و اغنیا رو، فضول اموالشون رو، اضافی اموالشون رو، اموال اصلشون میمونه ولی اموال زیادی دارن، در نتیجه بخشی از این اموال به بین فقرا تقسیم میشه تا وقتی که بعد. این اتفاق با به اختیار خود تجار بوده یا در واقع به شکلی قانونی گرفته میشد ازش؟ نه به شکل قانونی هست، به شکل قانونی گرفته میشد. امروز هم همینطور است. در هر جایی که شما بحرانی به وجود میاد، بحران مثل قحطی که مردم چاره ای ندارن، دیگه باید حتما حتی اجازه از لحاظ قانونی، این یک امر قانونی هست و در مواقع اینطوری حتی میبینیم احتکار ممنوعه، رفع اسعار ممنوعه. اتفاقا نمیدونم حالا تو ایران که موقعی مشکل اقتصادی پیش میاد احتکار بیشتر میشه، گرونی بیشتر میشه، فشار همه چی دست در کل جهان اینجوری هست، آقا یه بخش از جهان اینجوری نیست، فرق میکنه این بخش جهان در عالم دیگه است. در صورت این چیز عرض میکنم که این مسئله قاعده قانونی هست، یعنی چیز غریبی نیست از این مسئله مقصود، ولی این که حضرت عمر در اون زمان این قاعده رو میذاره، این از جمله ابداعات هست و از جمله کارهای بسیار حسن تدبیر ایشون و توزیع اموال هست. و مسلما این اغنیا یه زمانی از فرصتهای خیلی خوبی استفاده کردن، اموالشون زیاد شده. امروز وقتی که وقت بحران هست باید حتما نیاز به مشارکت کنن، نه اونم مشارکت بسیار اندک و ناچیزی که به اختیار خودتون، بلکه قانون فرض میکنه براشون، فرض میکنه براشون باید حتما این مال رو بدید، اینقدر از اموالتون رو باید بدید تا وقتی که بحران رفع میشه. بحران که رفع شد مسلما دولت هم در فکر این خواهد بود که این رو براشون جبران کنه به شیوه‌های مختلف. بعد کمک از استانهای دیگه یا بخشهای دیگه کشور اتفاق نمیفته؟ چرا دقیقاً، حالا اینم یکی از تدابیر دیگر است که میخوام رو عرض کنم. من مثال روی این عرض کنم که اونی که حضرت عمر فرمود که لئن اصاب الناس سنه لانفقن عليهم من مال الله ما وجدت درهما فان لم اجد الزمت كل رجل رجلا. قانونش رو اینجوری تطبیق میکنه، میگه اگر این قحطی ادامه پیدا بکنه داشته باشیم، هر چی در بیت المال هست رو به مردم میدم که زندگیشون رو بهش حفظ کنند. اگر تموم شد، هر شخصی رو از اغنیا برایش اجبار میکنم که هزینه زندگی یک شخص فقیر رو بده، یعنی باید هر کسی یک فقیر رو در کنار خانواده خودش، یک خانواده فقیر رو هم تأمین کنه، غذاشون، پوشاکشون، چیزایی که ضروری، مایحتاج ضروریشون، آبشون و اونی که در اون زمان بوده. از جمله کارهای جالب دیگری که انجام دادن این بود که در اون زمان دستور میده به یکی از مشکلاتی که وجود داشت، صعوبت و سختی آذوقه و مواد غذایی از جاهای دوردست مثل مصر که بیاد به مدینه، این صعوبت وجود داشت. در اونجا دستور داده میشه که بین فرات و بحر احمر یک کانالی رو میکنند، یک کانالی رو ایجاد میکنند
و این کانال باعث میشه که بتونن نیل رو به دریای سرخ برسونن و از اونجاست که به وسیله لنج و کشتی و قایق و اینها بتونن کجا و کجا کانال میکنن؟ کانال آبی یا که یک کانال آبی رو میکنن به اسم میگه در تاریخی اون وقت بهش میگن خلیج، حفر خلیج بین نیل و بحر الاحمر، بین نیل و بحر الاحمر کانال؟ کانالی رو میکشن که یا کانال موقتی بوده؟ بله بله کانال اون کانال رو کشیدن ولی الان دیگه هست، ولی کانال کشیدن اون کانالی کشیدن و این رو خوب هست که این رو هم بدونید در زمان عمرو بن عاص هست و استاندار همین استانداری که گفتیم در بخش اول بله. همین استاندار هست که این کار رو انجام میده و یک مواد غذایی، مواد طعام و غذایی که وجود داره رو از مصر بار کشتی و لنج میکنن میرسونن به مدینه که این از طریق دریا احمر هست و این کار رو آسون میکنه، حرکت نقل رو بسیار آسون تر میکنه و راحت تر میشه این کار رو انجام داد. نامه ای می نویسه حضرت عمر به همه استانهای دیگه، به عراق میفرسته، به شام میفرسته، به مصر میفرسته که کمک برسونن به جزیره العرب و اون وقت دیگه به اسم مدینه هست و حول مدینه، اطراف مدینه. وقتی که عبارتی که ایشون میگه این عون المؤمنین لبعضهم فی کل الاحوال هو من قبیل فعل الخیر، کمک کردن به همدیگه از جمله قبیل فعل خیر هست و باید این رو انجام بدین. و نامه ای هم مینویسه به ابو موسی اشعری رضی الله عنه که استاندار بصره هست، این عبارت بان یسیر الى کور الاهواز صلحا و عنوه فوظف عمر علیها، که بهش میگه باید حتما چیز رو بفرستی، کمکی رو بفرستید که مبالغی رو به چیز میفرستن، بفرستید به طرف مدینه از اونجا، از بصره و اهواز و این مناطق. در اونجا میگه 10 میلیون، این میگه این رو باید بفرستید، تعیین میکنه براش چقدر، میگه 10,400,000 حالا لیره بوده، دینار بوده در اون زمان که وظیفه ابو موسی اشعری تعیین میکنه براش. و به ابو عبیده بن جراح رو هم باز مسئول میکنه که اموال و غذا رو تهیه کنه، طعام بیارن، گندم، از کجا؟ از طرف شام بیارن، ایشون معمول بشه که بیاره از شام این غذاها رو بیاره و طعام شام غذا رو بیاره. برای اینکه چطوری میشه سریع اینها رو رسوند؟ یعنی یک گروه بحران در واقع تشکیل میشه، بله، برای کمک گرفتن از استانهای مختلف که وضعیت رو عادی بکنه در مدینه. خیلی جالب، حالا دقیق تر یک چیز جالبی که انجام میشه اینجاست که برای اینکه زودتر این اموال به فقرا برسه، گروهی رو تشکیل میدن برای سرشماری فقرا و نیازمندان، اونایی که واقعا ندارن. یک آماری میگیرن از تمام کسانی که در وضع بحرانی هستند و نمیتونن خودشون رو، یعنی مواد غذایی رو تهیه کنن، از قبایل اعراب اطراف، از قبایل دورتری که آسیب زده هستند و مشکل حالا با توجه به مشکلات در واقع حمل و نقل و نمیدونم اتفاقایی که وضعیت جاده ها مثلا این مشکلات اونجا بوده، این سرشماری خیلی سختی هم اتفاق میفتاده، ولی برای حضرت عمر این مهم بوده که این در واقع آمار، خیلی از اقتصاددان ها میگن آمار آره، این از نگاهون این از نبوغ مدیریت حضرت عمر هست که خیلی یکی از کارهایی که انجام میده اینه، نام فرستادن به اطراف که این کار انجام بدن، آمار از فقرا و کسانی که واقعا قحطی زده هستند و توانمندیشون کم هست و نمیتونن در اوج بحران آره نمیتونن خودشونو حفظ کنن و سلامتی خودشونو حفظ کنن، اینا آمار ازشون گرفته میشه و خود حضرت عمر سرپرستی توزیع این مواد غذایی رو میکنه به فقرا، یعنی خودش سرپرستی میکنه به کجا بفرستن، چقدر بفرستن، مرتب نظارت کامل داره بر وضعیت و اشراف کامل، این گونه موضوع رو رها کنه، راحت بشینه، خودش طعامی داشته باشه، بلکه کل وقتش صرف این هست که کسی نمونه که غذایی بهش نرسه. و جالب هست که تعیین کردن این که غذا چقدر کافی هست، چطوری تعیین کنن که این غذا اینقدرش کافی هست. غیر از این هم غذایی رو که پختن این رو آزمایش میکنن ابتداعا که غذای پخته شده رو
توزیع میکنن 30 نفر رو میارن از این فقرا بهشون میدن، خب این 30 نفر سیر شدن. پس اینقدر مواد غذایی برای هر جا که 30 نفر هستن کافیه. برای اینکه مثلا جریبین میگه، جریبینی من الطعام، دو تا پیمانه، پیمانه‌ای که بوده، این دو تا پیمانه برای تعیین سقف سیری، تعیین سقف سیری یک نفر یا 30 نفر این رو تعیین میکنه. یا همین قاعده میشه برای اینکه تعیین آذوقه خورد و خوراک برای یک ماه 30 نفر، ماه 30 روزه، این میشه قاعده ای. پس دو جریب به قول من، دو جریب برای یک ماه کافیه، دو پیمانه برای یک ماه یک انسان کافیه. و اگر عددشون هم زیاد، برای هر روزشون مثلا 30 نفر بودن، برای هر روزشون اینقدر باید وجود داشته باشه. و به این شیوه این مسائل رو تعیین میکنن، توزیع میکنن، اشراف داره خودش بر این وضعیت. و کار دیگه ای که صورت میگیره و خیلی هم جالبه اینه که احکام شرعی تخفیف پیدا میکنه، تخفیف دادن احکام شرعی هست. از جمله احکام شرعی مسئله قطع نکردن دست دزد هست و تأخیر انداختن دفع زکات هست. زکات اون سال رو میندازه یعنی سالهای دیگه. تو این سال حد بریدن دست برای دزدها از کنار گذاشته انجام نمیشه؟ نه اینکه اعلام بشه هر کی دزدی کرد جایز دزدی، نه این گونه نیست، بلکه کسی که دزدی کرده، چند تا جوان دزدی کردن، الان من حادثه‌اش رو بخونم بهتره که مردم بدونن. در همین سال هست که یک شطوری یکی از یک شخصی از قبیله مزن هست که تعداد این رو میبرن، سرش میبرن و میخورن، مصرف میکنن. میان نزد حضرت عمر، میاد شکایت میکنه و حضرت عمر هم اونا رو، جوانایی که این کارو کردن، چند تا جوان هستن از کسایی که یا کارگر بودن یا برده بودن این کارو کردن. فطلب الغلمان فاعترفوا، گفت که صداشون میزنه و اونا اعتراف میگه بله خوردیم، گشنه بود، گرفتیم، آره، خوردیم، گرفتیم خوردیم. و همشون میگن که ما در هیچی نداشتیم، اگه این کارو نکنیم میمردیم از گشنگی. و این هایی که بودند حکم برایشون چیز نمیشه، آره، این حکومت تعیین از این دستشون رو نبرید، این یک مسئله. و مسئله دیگه در اونجاست که دستور داد که اینها آزاد بشن، دستشون بریده نمیشه و عذری هم برایشون آورد که اینها گرسنه بودن. بعد دیگه به کی گفت؟ به کسی که صاحب، نه کسی که صاحب شطور رو، حتی صاحب اینا جوان بودن، حالا یا برده بودند یا کارگر بودند، به اون کسی که نزدش کار میکردند بهشون گفت که تو اونا رو گرسنه نگه داشتی تا اینا رفتن دزدی کردن. توبیخ هم شد اون شخصی که تو باعث شدی که اینها این کارو بکنن. حواست نبوده بدی. حواست بهشون نبوده، بهشون ندادی غذا. و چون سال قحطی هم بود، هر کسی هم حرص این که نگه داره، کمتر بده، چیزی نده تا وقتی که وضعیت حل بشه. همه دارن اندوتاهاشون رو کم کم مصرف میکنن. به خاطر همین اونجا بود که دستور داد که اولا اینا حکم براشون اجرا نمیشه، دوما اون کسی که شطورش سر بریده شده پولش رو با دستاوی وعد بهش داد، نه وعد بهش دادن که 800 دین درهم و قیمت شطور 400 درهم بود، وعد بهش دادن 800 درهم بهش بدن در قبال این شطوری که خورده شده از بیت المال بعد از گذشت بحران از بیت المال بهش بدن. میکنید اونا نه جریمه شدند، نه حد شرعی براشون اجرا شد، چون در واقع وضعیت بحران هست. و اینم یکی از چیزهاییست که در اوضاع بحرانی احکام خاص میشه. حتی در امروز خودمون، در امروز خودمون وقتی وضع بحرانی پیش میاد، دیگه باید قید و بندها رو کم کرد. وقتی قید و بندها رو بیشتر میکنی، حالت انفجار پیش میاد، مردم به اندازه کافی در یک فشار و در یک بحران هستند. اون وقته که حتی احکام شرعی این گونه صورت میگیره. یا در مورد حتی دفع زکات رو، اونایی که زکات داشتن، زکات رو باید میدادن، زکاتشون رو تأخیر انداخت برای سال بعد. تأخیر انداختن زکات به علت این که کل اموالشون از بین میرفت، بلکه زکاتشون رو سال دیگه گرفت، الان با صدقاتشون، با اصل اموالشون کمک باید بکنن. و این هم از جمله احکامی بود که انجام داد حضرت عمر در این برهه‌ای که یک حالت بحرانی بود. رسوندن اموال به مدینه یکی از ابداعات خیلی عالی بود که
انجام شد. یک کانال دیگه ای بود اون وقت بهش میگفتن بحر قلزوم که این رو هم اصلاح کردند که مردم بتونن به راحتی، میگه در یه تنگنایی قرار داره که به سختی عبور و مرور صورت میگیره، ولی این رو اصلاح کردن که به آسونی این صورت بگیره. این هم در مصر هست. یعنی کارهایی که صورت گرفت مجموعا برای رفع این بحران کارهای بسیار عالی بود و دلیل بر قدرت مدیریت حضرت عمر بود در این مسئله. بسیار متشکرم. وقت برنامه رو در واقع به پایان رسیده، اینطور که اعلام میکنن. از شما از حضورتون، از توضیحاتتون و بحث جذابی که این هفته امروز داشتیم مثل همه قسمت های دیگه ممنونم و از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. یادآوری میکنم 244-230-35-235-195-295 این شماره تلفن گویاست که اگر نتونستید با ما در این برنامه ارتباط بگیرید میتونید از طریق این نظرات، پیشنهادات و سوالهای شرعی خودتون رو در بحث مالی با این شماره تلفن بیان بفرمایید، صداتون ضبط میشه، هفته آینده بهش پاسخ خواهیم داد. عذر میخوام از اینکه تلفن‌های ارتباطیمون در بخشی از برنامه، بخش پایانیش در واقع ما مشکل فنی مواجه شد و نتونستیم صدای گرم بسیاری از شما رو بشنویم. تا دیدار دیگر شما رو به خداوند بزرگوار می‌سپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.